مصطفی جان عزیز، ممنون، مرسی مدیر، مثل همیشه از طریق زوم مصطفی جان جوین شدیم برنامه هایی که به صورت عمومی داریم. ممنونم از مصطفی جان، دوست عزیزم، دوست بسیار هم، استاد عزیزمون، مرسی که این فرصت رو یه بار دیگه در اختیار ما قرار دادین. البته من میخواستم این برنامه رو برگزار کنم، به مصطفی جان گفتم که یه برنامه فوق العاده داریم برای دوستان فارسی زبان، که خب این سعادت نصیبمون شد که با بعضی از دوستانمون که از ایران جوین شدن برنامه رو شیر داشته باشیم. خیلی خیلی ممنونم. اول فنلاند، سوئیس، فرانسه، فکر میکنم از کانادا و آمریکا هم جوین شده باشن دوستان. اگر کشوری از قلم افتاد عذرخواهی ما رو بپذیرید. اگر موافق باشین که شروع کنیم، لطفاً هر جایی که هستین اگر خودتون رو ثابت کنید عالی میشه. بحث فوق العاده مهمی امشب داریم، حالا جلوتر در موردش توضیح میدم. واقعا خوش آمد میگم تک دوستان، ممنونم به خاطر احترامی که به خودتون گذاشتین، وقتتون رو لایق حضور در این وبینار دیدین. که حالا یه فرد این سعادت رو پیدا میکنه که بیا وبینار رو برگزار کنه و این اجازه داده میشه، مطمئن باشید دایی که میگم اتفاقاتی هستش که تجربه کردم، باورشون دارم. دوستانی که ما رو میشناسن میدونن هیچ وقت نمیشه چیزی رو که مخصوصا تو صنعت نتورک مارکتینگ و دایرکت سلینگ چیزی رو بگیم که خودمون انجام نداده باشیم. در واقع اون تأثیری که باید بذاره نمیذاره و وقتی که یه مدت این جارت رو کار میکنیم به این نتیجه میرسیم که باید همه چیزهایی که میگیم از دلمون و از قلبمون و از وجودمون و از احساسمون باشه. مرسی که هستید، مرسی که تشریف آوردین. بحثی که میخوام، چون حالا من ایتروار نوشتم که دست قلم نیفته، چیزهایی که امروز در زندگی شخصی من فوق العاده تاثیرگذار بوده، توی تجارتم فوق العاده تاثیرگذار بوده، تا امروز منو حفظ کرده، نگه داشته و تو مسیر فوق العاده ای قرار داده. مطمئنم که میتونه برای تک تک شما هم این موضوع اتفاق بیفته. بعضی از دوستان حالا توسط دوستای دیگرون دعوت شدن، میهمان هستن. این عزیزان هم خوش آمد میگیم و بسیار ممنونیم از دوستاشون که یه همچین فرصتی رو در اختیار این عزیزان قرار دادن که تشریف بیارن و از این تقریبا یک ساعتی که با در رو ببریم. البته صداهای شما قطع و اگر سوالی، نکته‌ای، چیزی بود میتونید در انتهای وبینار از دوستانی که شما رو دعوت کردن بپرسین. اگر موافق باشین که شروع کنیم آتش بازی رو. ما یه اصطلاحی داریم به اسم شیت و پر. حالا یه اصطلاحیه که دوستانی که بعضی‌ها شاید بدونن مال جنوب ایران هستش، یعنی یه چیزی بالاتر از ترکوندن. می‌خوایم امشب یک شیتوپر واقعی داشته باشیم. در واقع همیشه توی زوم یه درسی وجود داره و اونم اینی که ما داریم با خودمون صحبت می‌کنیم، مخاطب ما خودمون هستیم، چیزایی که ما میگیم بیشتر از هر کسی به درد خودمون می‌خوره. و خوشحالم که امشب این فرصت پیش اومده که یک بار دیگه صدا اوکیه، یک بار دیگه ما بتونیم یه همچین جریانی داشته باشیم. دوستانی که حالا صدا رو ندارن، شاید به خاطر نتشون باشه، شاید به خاطر تنظیماتشون باشه، فکر میکنم بقیه صدا رو دارن. اگر صدا رو داره یه سر آها اوکی مرسی، پس صدا هست. دوستانی که صدا ندارن باید یا نتشون رو یا تنظیماتشون رو جابجا کنن. خب حالا میریم که بحث رو شروع کنیم. یه سری قوانین ثابت وجود داره تو دنیا که اینا ثابتن، یعنی هیچ کارش نمیشه کرد، مربوط به هیچ کشور و مربوط به هیچ قومیت و مربوط به هیچ نژاد و دین و فرهنگی نیست. قوانین تعریف شده‌ای هستن که ثابت هستن. آقای برایان تریسی در یک کتابی به اسم مغناطیس پول شوید میاد قوانین ششگانه موفقیت یا قوانین ثابت ششگانه رو توی این کتاب بررسی میکنه. میگه اینا همه جای دنیا کار میکنن. مثلا یه قانون علت و معلوله، یعنی وقتی که
یه اتفاقی میفته حتما یه دلیلی وجود داشته. حالا ما بچه که بودیم این قانون رو واسمون تعریف میکردن. فرض مثال اگر خدایی نکرده از طبقه بسیار بالا، حالا طبقه 20 نمیدونم، طبقات بسیار بالا یه ساختمان یه نفر بیفته، اتفاقی خیلی ناگواری میفته واسش. حالا فرق افغانستان بیفته یا از ایران بیفته یا از اروپا بیفته یا از آمریکا بیفته، در هر صورت قوانین ثابتن. یا مثلا قانون باور، به چیزهایی که ما باور داشته باشیم اتفاق میفته، این یه قانون ثابت و تعریف شده توی همه دنیا است. قانون انتظارات که نزدیک به قانون باوره، هر آنچه که ما انتظارشو داشته باشیم همون واسه ما ایجاد میشه، حالا چه مثبت چه نامثبت، این دیگه یه قانون ثابته. یه قانون دیگه هست، قانون کاشت و برداشت. هر چیزی رو که ما بکاریم در فصل برداشت اگر درست پیش بریم برداشت خواهیم کرد و این یه قانون ثابته. شما اگر در اروپا سیب زمینی بکارید، حالا سیب زمینی توی ادبیات دری میشه کچالو، اگر کچالو رو در اروپا بکارید کچالو رو برداشت خواهید کرد، اگر کچالو رو در عرضم به حضورتون که ایران بکارید، در عراق بکارید، در هر جایی که بکارید همون برداشت میشه. من فکر کنم حالا سلیمانی و عراق هم گفتم اشتباه نکنم که توی این برنامه امشب. دوستان عزیز، میخوایم در مورد یه قانون بسیار قدرتمند و ثابت صحبت کنیم. توی هر بیزینسی، توی هر کسب و کاری، توی هر راهی، توی هر روشی، مخصوصا در بیزینس فروش مستقیم یا نتورک مارکتینگ یا MLM که حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. من بچه که بودم یه سری ها رو میدیدم، بعد مثلا میگفتم خب شما مثلا چه کاره هستین، یا فرض مثال یه خورده بزرگتر شدیم نوجوان که بودیم، یک جواب جالبی رو از بعضی ها میشنیدیم و اونم این بود که همه کاره و هیچ کاره. نمیدونم تا حالا این جواب رو شنیدین از کسی، همه کاره و هیچ کاره. یعنی ما به قول معروف هر کار که فکر کنی تو زندگیمون کردیم ولی الان هیچ کاره ایم. این جمله بود که خیلی میشنیدیم. یا افراد زیادی رو میشناسیم که همش از این شاخه به اون شاخه پریدن، از این راه به اون راه، از این بیزینس به اون بیزینس، از این شرکت به اون شرکت، از این کار به اون کار، همش اینا رو اطرافمون داشتیم. و در مورد موضوع این وبینار داشتم فکر میکردم، خب خیلی از شماها دکتر هدی عزیز رو میشناسید و افتخار آشنایی با ایشون رو دارید. مشورتی که با دکتر هدی عزیز گرفتم در مورد این بود که میخواستم راجع به این موضوع صحبت کنم و عنوان A Business for Life، یک تجارت برای زندگی، که فوق‌العاده اسم خوبی بود برای این وبینار گذاشته شد به کمک ایشون. و یک فرصت فوق‌العاده‌ای هست که در مورد این صحبت کنیم که ما چطوری میتونیم واقعا یک تجارت برای زندگیمون داشته باشیم. چون اگر واقعا بهتر از 100 تا بیزنس عوض کردن و 100 بار شاخه به شاخه شدنه که میخوایم این بحث رو صحبت کنیم در موردش. یه جمله در ابتدا بهتون بگم، یک جمله بسیار خانمانسوز، بسیار خطرناک، که خیلی استفاده میشه. خود من از این جمله قبلنها استفاده میکردم و نمیدونستم چه جمله خطرناکیه، احتمالاً زیاد شنیدید. جمله هست به اسم شد شد، نشد نشد. اونایی که شنیدن یه تایید بکنن، این جمله رو خیلی شنیدین. شد شد، نشد نشد. بسیار جمله لذت بخشیه برای کسایی که میخوان خودشون رو آماده کنن برای نشدن. در واقع این جمله یک جمله هست برای نشدن، به نظر من البته. شد شد، نشد نشد. یکی از دلایل حسرت افراد سن بالا در پیری هم همین جمله است که واقعا نشد، این کارو کردیم نشد، اون کارو کردیم نشد، و این نشد نشدن ها میشه دلیل حسرتاشون البته. که حالا خب اونا حسرت میخورن که ای کاش نشد نشد نمی کردن. حالا ما تو شرایطی هستیم که همین طرز فکر رو توی تجارتی که داریم، توی بیزینسی که داریم، توی نتورکمون، توی مجموعمون داریم. حالا شد شد، نشد نشد. میریم فلان شهر که راه بندازیم، شد شد، نشد نشد. ما
تلاشمون رو داریم میکنیم، میریم فلان کشور، میریم اینجا، میریم اونجا، یه همچین لولی، یه همچین رنکی. خیلی این جمله در واقع به اعتقاد من آینده رو نابود میکنه. یه جمله هستش که واقعا باید اینو از ادبیاتمون حذف کنیم. خیلی وقتا ما یه زبان دومی رو میخوایم یاد بگیریم، مخصوصا اگر یه سفر خارجی بریم، مخصوصا اگر شرایط اینترنشنال کار کردن فراهم بشه، انرژی میگیریم که آقا من میخوام دیگه باید زبان انگلیسیمو یاد بگیرم. بعدش خب میریم استارت میکنیم، حالا ببینیم چی میشه، میشه نمیشه، شد شد، نشد نشد. و بعد یه مدت میبینی دل سرد میشیم. اولین باری که من دبی رفتم، که اتفاقا با مشتاق با هم رفته بودیم، بعد دبی گفتم من باید انگلیسی رو فول یاد بگیرم. یکی دو هفته انرژی داشتیم، بعد برگشتیم دیگه پنچر شدیم و به قول معروف یادمون رفت. کلا گفتیم با ولش کن، سخته، همون زبان مادریمون بهترین زبان دنیاست و همین زبان مرده دنیا رو ما هر جا صحبت بکنیم خوبه. زبان زنده نبود، چون هر جا می‌رفتیم با اون زبان صحبت می‌کردیم کسی متوجه نمی‌شد. بعد یه زبان زنده رو یاد می‌گرفتیم. تو کسب و کارم همینه، تو بیزینس هم همینه. و وقتی که با این نگرش، با این ادبیات، با این طرز فکر میریم به استقبال یک بیزینس، میریم به استقبال یک هر چیزی که هست، درس زبان هر چیزی که هست، باعث میشه که به قول معروف تمام اون چیزی که لازمه رو نذاریم. و این جمله بیشتر ذهن ما و ناخودآگاه ما رو به سمت نشدن هدایت میکنه. یه ادبیات تو زندگی من همیشه وجود داشته که این ادبیات رو در طول این سالهایی که دارم بیزنس ستینگ رو یاد گرفتم و واقعا با این ادبیات رفتیم جلو. و اونم اینه که وقتی میخوایم یه کاری بکنیم، یک حالا کشوری رو استارت کنیم، یک هدفی رو بذاریم، یک برنامه‌ای رو انجام بدیم، جمله اینه که میگیم یا میشه یا باید بشه. این یه جمله رایج بین نتورکرهاست که ادبیات فوق‌العاده‌ای هستش. یا میشه یا باید میشه. چیزی به اسم نشد در دیکشنری ما وجود نداره وقتی که تصمیم بگیریم یک کاری رو انجام بدیم. و این جمله خیلی به من کمک کرده. با این جمله تونستم تو سال پنجم برم یه کشور دیگه، حالا مالزی رفتیم، زندگی کردیم. گفتیم یا میشه یا باید بشه. و خب وقتی بین این دو تا گزینه گیر می‌کنی، هر کدومی که تو انتخاب بکنی به نظر من ارزشش رو داره. شد شد، نشد نشد رو از ادبیاتتون بذارید کنار. تاریخ موفقیت از روز ابتدای به وجود اومدن بشر تا به امروز ثابت کرده که هیچ موفقیتی یک شبه نبوده، سریع و سیر نبوده واقعا، و این واقعیت داره. پس اینو باید باز بهش دقت کنیم که هیچ کس یک شبه ثروتمند نشده. همه موفقیت ها ذره ذره ایجاد شدن، کوچولو کوچولو ایجاد شدن، با کارهای خیلی ساده اید شروع شده و ادامه پیدا کرده. همین ذره ذره ها، همین کوچولو کوچولو ها، همین ساده ساده ها، بعد در یک بازه زمانی مثلا چند ساله یهو تبدیل میشه به یک موفقیتی که خیلی ها واقعا آرزوشو دارن. و باید اینو به خودمون بگیم که خیلی هم سخت و پیچیده نیست، ولی لازمه که ذره ذره، کوچیک کوچیک، یواش یواش و به صورت مداوم ادامه بدیم. به عنوان مثال من مثال بزنم. یه معلم زبان داشتیم، میگفت اگر شما 3000 تا کلمه انگلیسی رو یاد بگیرید، شما دیگه برو انگلستان، کلا هر جا میخوای بری برو، حتی اگر اون ادبیاتی که باید بدونی هم دقیق و قوی ندونی. حالا این نگرش معلم ما بود، نمیدونم درست یا اشتباهشو، ولی واقعا اگه 3000 تا کلمه زبان انگلیسی رو ما بلد باشیم، دیگه تو خیلی از کشورها کار ما لنگ نمیمونه. و 3000 تا کلمه کار آسونی نیست، ولی اگر شما روزی 5 تا کلمه زبان انگلیسی یاد بگیرید، بعد یک سال تقریبا 1500-600 تا 300-365 دیگه ضرب در 5 میاد بالا دیگه، نزدیک 2000، بین 1500 تا 2000. و تو سال دوم شما میتونید یک اصطلاحاً پیشرفت و موفقیتی رو در زمینه زبان انگلیسی داشته باشید. برای مطالعه اگه واقعاً روزی یه صفحه کتاب بخونیم، بعد یک سال من فکر میکنم میتونیم 2-3 تا کتاب رو بخونیم. و اگر روزی 2 صفحه کتاب بخونیم، بعد یک سال ما میتونیم بین 4-6 تا کتاب خونده باشیم. و اگر روزی 3 تا صفحه کتاب بخونیم چه اتفاقی میفته؟ بین 6-9 تا کتاب. و اگه روزی نیم ساعت کتاب بخونید چه اتفاقی میفته؟ من این کارو کردم. 50 تا کتاب در یک سال میتونید بخونید، فقط با روزی نیم ساعت.
این کاری بود که من تو سال 2018 انجام دادم و روزی نیم ساعت مطالعه رو وارد زندگیم کردم و خلاصه آخر سال 50 تا کتاب خونده بودم و چقدر اون سال خوبی بود واسه من، از همه ابعاد مختلف، رشد شخصی، درآمد، پیشرفت، نگرش، برگزاری جلسات، مثال‌های مختلف و و و و تأثیری که رو بقیه گذاشتم فوق‌العاده بود. پس لطفاً اینا رو به خاطرتون بسپارید که مسیر موفقیت واقعاً یک شبه و یک روزه نیست. تقریباً 14 ساله که من تو بیش از 14 ساله که تو تجارت قدرتمند نتورک مارکتینگ و دایرکت سلینگ هستم و احساس میکنم که هر روز بهتر میشم، هر روز قوی تر میشم و هر روز سنسورهای یادگیری من فعالتر میشن. یه واقعیته. و هر چی جلوتر میرم اشتیاقم و هیجانم نسبت به یادگیری بیشتر میشه و این اتفاقی هستش که تو این مسیر واسه من افتاده. دوستان عزیز، میخوایم حالا در مورد یه بحثی امشب صحبت کنیم که من فکر میکنم به اعتقاد من مهمترین فاکتور برای موفقیت در هر تجارتی، در هر راهی و در هر ایده‌ای، مخصوصا نتورک مارکتینگ هستش و مطمئنم که این میتونه بهتون کمک کنه. خیلی دلایل زیادی وجود داره برای موفقیت، از تو گوگل هم میتونید هزار تاشو پیدا کنید. 101 دلیل موفقیت، 101 دلیل شکست، 8 دلیل موفقیت، 16 دلیل موفق نشدن. ولی اون چیزی که من باور دارم که فکر میکنم در رأس اینا قرار میگیره، حالا حاصل این چند سال بیزینس و کتاب و یه سری همایش ها و یه سری نشست و برخاست ها با آدم های ارزشمند و موفق تر از خودمون بوده که میخوایم در موردش صحبت کنیم. حالا تو جلسات عمومی نظرسنجی هم میکردیم و اینجا دیگه حالا باید خودمون مستقیم بریم سر اصل مطلب. و اون چیزی که به نظر من در رأس قرار میگیره دید بلند مدت هستش. یه جاهایی خب تعریف ویژن رو میگن که حالا بحثش خیلی مفصله، دید بلند مدت که حالا راجع به این میخوایم مفصل صحبت کنیم، یا طبق کتاب 7 عادت آقای استفان کاوی، عادت دوم اشتباه نکنم از 7 عادت، ذهنن از پایان آغاز کردن. فوق العاده مهمه، در موردش مفصل صحبت میکنیم امشب. دوستان عزیز، پارادایم های ما، الگوهای فکری ما، نگرش های ما، پارادایم هاشون نسبت به کسب و کارهای آنلاین، پارادایم ها و نگرش هایی هستش که اینا اصلا فایده نداره، نمیدونم الکیه، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، مثبت نیست، بعضی ها هم مثبته. ما یه تعداد، مثلا توی هفته گذشته من خودم چند تا پرزنتیشن برگزار میکردم برای لاین های جدیدمون، یه نفر گفتش که آقا من چندین وقت دارم سرچ میکنم و دنبال یه چیزی میگشتم مثل آیدی های شما، جالب بود. و یکی دیگر رو پرزنت کردیم، برگشت گفتش که اینم همونه، اینم فایده نداره، اینا هم نمیدونم به قول معروف جایی نمیرسه، مخصوصا اگر یه تجربه ناموفق یا یک آدم ناموفق تو سیستم دیده باشن، قضاوت ها و نگرش ها و پارادایم هاشون تغییر میکنه. خیلی باید حواسمون نسبت به الگوهای فکریمون جمع باشه و توی یه وبیناری گفتم هر روز باورها و نگرش های خودمون رو زیر سوال ببریم. این پزشکای حرفه‌ای که وقتی یه نظریه رو میدن و خیلی مشتاقن تا یه پزشک قوی‌تر بیاد اون نظریه رو رد کنه و نظریه بهتری بده و اینا لذت ببرن از اینکه تونستن به علم پزشکی یه چیزی رو اضافه کنن، ما هم باید از این مسیر پزشکای حرفه‌ای استفاده کنیم و باورهامون و نگرش‌هامون و الگوهای فکریمون رو با آدم‌های خوش‌فکرتر از خودمون در میون بذاریم و ببینیم آیا واقعا درست فکر میکنیم یا نه، یه ایرادی تو سیستم وجود داره که من باید اینو تغییر بدم. دوستان عزیز، یه خبر خوب یا یه خبر ناخوب بگم و
برای دوستان داریم و اونم اینی که میگن مسیر موفقیت آسانسور نداره، راپله های بسیار با ارتفاع زیاد و پرپیچ و خمی داره. یکی از دوستان میگفت دریای عشق ساحل نداره، فلان فلان شده پارو بزن. مسیر موفقیت آسانسور نداره دوستان عزیز، راپله های پرپیچ و خمی داره که باید اینو بدونیم. راه سریع و زود بازدهی نیست. و من یک امروز یهو این جرقه تو ذهنم خورد، جالب بود، اینو جایی نخونده بودم. جواب موفقیت به خیلی از زمین اینه، به خیلی ها، شاید به بیش از 90% انسان ها، و اونم اینه که بشین عزیزم، بذار عرقت خوشه، یه نفسی چاخ کن، حالا دور هم هستیم، دیر اومدی، زود میخوای بری، کجا با این عجله؟ این ادبیات موفقیت با خیلی از افرادی هستش که میخوان موفق بشن و واقعیت داره، واقعیت داره. بعضی ها عرقشون خوش نشده میخوان موفق بشن، نفسشون چاق نشده میخوان موفق بشن، خیلی دوست دارن مسیر MP3 بشه، بتونن، حالا اون موقعی که ما تازه CD اومد و بود، 13-14 تا آهنگ رو CD میریختیم، بعد یهو MP3 اومد، بعد نگاش میکردیم این چرا اینجوریه، 130-140 تا آهنگ روش میخوره. خیلی ها دنبال این هستن که CD تو موفقیت تبدیل به MP3 کنن، ولی جواب موفقیت به این افراد اینه که نمیشه قربون شکلت برم، باید اون چیزی که وجود داره و قوانینی که هست رو رعایت کنید. خیلی ها دوست دارن جای دکتر هدی عزیز باشن، خیلی ها دوست دارن جای رضا جان امیری عزیز باشن، خیلی ها دوست دارن جای مجتبی جان عزیز باشن، خیلی ها دلشون میخواد جای برادران سلمانی عزیز باشن، خیلی ها دلشون میخواد به جای سعید جان خردمند و تک تک دوستان و عزیزانی که توی صنعت نتورک مارکتینگ داخل ایران، خارج ایران، در افغانستان، خیلی ها دوست دارن جای اینا مولا جان باشن، دیگه من بخوام حالا همه رو اسم ببرم دوستانی که هستن، و خیلی دوست دارن جای اونا باشن و دلشون میخواد به اون مرحله، به اون مرحله و به اون لول و حتی بالاتر برسن، که خب قطعا خیلی بیشتر از اون میشه پیش رفت. یه داستان جالبی رو یه جا میخوندم، یه فرد خودساخته موفق، یه میلیونر خودساخته، این بنده خدا داشت صحبت میکرد در یک سمینار رو استیج بود، حالا چندین هزار نفر نشسته بودن، گفت کی دلش میخواست الان جای من باشه، با همین شخصیت، با همین طرز فکر، با همین ثروت، با همین جایگاه، همه ی حضار من وقتی که شروع کردم تو مسیر موفقیت قدم بردارم، خب فقیر بودم، ناچیز بودم، مشکلات داشتم و نزدیک یه جا ورشکست شدم، نزدیک بود برم زندان، این اتفاق ها واسم افتاد، خیلی روزای سختی بود، بعد اینقدر بی پول شدم که شریک زندگیم منو ترک کرد به خاطر بی پولی و فقر رفت و پای من وای نستاد. بعد که مقدار جلوتر رفتم، نمیدونم، یکی از فرزندامو از دست دادم، بعد یه خورده جلوتر رفتم، نارسایی کلیه پیدا کردم، از تغذیه ناسالم، از فلان، یه کلیه رو مجبور شدم این کار کردم، یه خود جلوتر رفتم این بار، و شروع کرد خلاصه برقا رو خاموش کردن و روزو خوندن. بعد که تموم شد گفت کدومتون حالا دوست دارین جای من باشید؟ و هیچکی دستشو بالا نیاورد. ما دوست نداریم که بهترین فرد زندگیمون که شریک زندگیمون هست ما رو ترک کنه، ما دوست نداریم کسی رو از دست بدیم، ما دوست نداریم اعتبارمون و زندان و بی‌ورشکست، ما هیچ کنه اینا رو دوست نداریم، ولی ما اون موفقیت لامسه به اون قله رو میخوایم که یه تعدادی رسیدن، ولی مسیر رو نمیخوایم. و واقعا اگر قله رو بخوایم باید مسیر رو بریم، و وقتی به قله رسیدیم جالبه به این نتیجه میرسی که چقدر مسیر لذت داشت، و اونجا میری تو فکر قله بعدی، چون نگاه میکنی میگی اه اینجا خیلی حال میده ها، ولی یه قله هم بالاتر هست که کتاب قله ها و دره ها، بریم به اون بالایی برسیم، از اون دره بال باید بیای، حالا باید بیای پایین دوباره، بری توی دره عمیق‌تر تا بری برسی به اون بالاییه.
و این واقعیت وجود داره. ما هممون دوست داریم موفق بشیم، ولی دوست نداریم اون مسیر و چالش هایی که افرادی که اسپردن و تک تک شماها گذروندن رو ما بگذرونیم دوستان عزیز. و چیزی که وجود داره اینه که خیلی از افراد تو مسیر به این نتیجه میرسن که باید تجارتشون رو عوض کنن، از اون بدتر در این صنعت باید شرکتشون رو عوض کنن. اگر در یه شرکت سالم کار میکنیم، که خب ما ترکیبی از دو شرکت سالم در این وبینار هستیم، دو شرکت دوست، دو شرکت برادر که داریم امشب با هم دیگه هستیم، داریم صحبت میکنیم، شما گوش میکنید، من صحبت میکنم، در حالی که واقعا نباید تجارت رو عوض کنیم. خیلی جاها، یه سری جاها باید عوض کنیم، یه سری جاها میبینیم مسیر درستی نیست، تجارت سالمی نیست، شرکت خوبی نیست، اون فرق میکنه. ولی وقتی که در یک مسیر درست، در یک شرکت سالم، در یک تجارت سالم، مثل جایی که امشب در موردش صحبت میکنیم قرار گرفتیم، اینجا دیگه تجارت رو نباید عوض کرد، خودمون رو باید عوض کنیم. میگن یه نفر میخواست فتوشاپ رو نصب کنه رو لپتاپش، آدوبی میگن دیگه، نرم افزار فتوشاپ رو، بعد گفتش که این فتوشاپ هم خیلی آشغاله، حالا نمیدونم چند صد میلیون دلاره، چند میلیون دلاره که فتوشاپ خرج کرده و این همه آدم تو دنیا دارن ازش استفاده میکنن. و یه نفر باید بیاد آقا بگه که آقا سیستم عامل تو نمیکشه، تو باید سیستم عامل لپتاپ تو عوض کنی، مشکل از فتوشاپ نیست، مشکل از سیستم عاملته. و خیلی وقتا سیستم عامل ما کشش اینو نداره که یک نرم افزار، یک آیدیای چند صد میلیون دلاری روش نصب بشه. خیلی وقتا سیستم عامل ما ظرفیت یک آیدیای چند صد هزار دلاری هم نداره. متاسفانه بعضی وقتا ظرفیت یک نرم افزار چند ده هزار دلاری هم نداره دیگه. که من خودم سیستم عاملم قبل از این تجارت، باور کنید، کشش نصب یک آیدیای 2000 دلاری رو نداشت. همیشه گفتم بزرگترین باور من از درآمد 1000 دلار بود قبل از این تجارت. میگفتم بیشتر نمیشه مگر از راههایی که درست نیست. خب این باور محدودی بود که من داشتم. چرا؟ چون اطرافم کسی رو ندیده بودم که بیشتر از 1000 دلار، اون موقع با دلار 1000 تومان تازه، نه با دلار 20 و چند هزار تومان الان، ندیده بودم واقعا که یه نفر بیاد مثلا بیش از 1000 دلار. خب نگاه میکردم دور و اطراف من افراد 200 دلاری اون موقع، 100 دلاری، 300 دلاری، دیگه خیلی خوبش 500 دلاری بود، اونایی هم که بیشتر از 1000 دلار در می آوردن و ما هی صبح داشتم نفرین میکردیم که اینا حق ما رو خوردن. و واقعا حرفه‌ای نبود، واقعا درست نبود. بعدها فهمیدم که اصلا همچین چیزی وجود نداره دوستان عزیز. و یه جمله رایج دوباره در ادبیات انسان‌هایی که نمیخوان سیستم عاملشون رو تغییر بدن یا فاز شد نشد ندارن، اینه که من واسه این کار ساخته نشدم. این جمله بسیار جمله لذت بخشیه برای تنبلی، برای فرار از یک مسئولیت، واقعا برای بیرون نیومدن از روزمرگی و حاشیه امن. فوق‌العاده جمله خوبیه. برای فرار از تغییر، من واسه این کار ساخته نشدم. من واسه داشتن سیکس پک ساخته نشدم. من واسه یادگیری زبان دوم ساخته نشدم. من واسه فروش محصولات به مشتری‌ها و پیدا کردن مارکت ساخته نشدم. من واسه یه ارتباط جدید ساخته نشدم. من واسه 100 تا پرزنتیشن، 1000 تا پرزنتیشن ساخته نشدم. من واسه مسئولیت پذیرفتن برای یک تیم 10,000 نفره ساخته نشدم. من برای درآمد زیاد ساخته نشدم. من برای فروشندگی ساخته نشدم. و و و و و. من برای شرایطی که الان دارم ساخته شدم که تا آخر عمر تو همین شرایط باید بمونم. البته خب مطمئنم که شمایی که اینجا هستین اینو نمیخواین دوستان عزیز. بریم سراغ دید بلند مدت، بحث بسیار عالی و فوق‌العاده‌ای که باعث شده تا امروز ما این تجارت رو ادامه بدیم با عشق، با افتخار، و هستیم در خدمت دوستان تا زمانی که واقعا نفس میکشیم، زنده هستیم، بیزنسمون رو انتخاب کردیم
یه بیزینس همیشه گفتم شاید خوب نباشه، شاید قابل افتخار نباشه. من یعنی وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، خب هیجان و اشتیاقمون زیاد بود، سریع ازدواج کردیم. 6 ماه بعد ازدواجمون هم وارد نتورک مارکتینگ شدیم. دیگه تقریبا من هیچ کسب و کاری انجام ندادم، نمیتونم. یه بار یه مغازه باز کردیم که اونم همینجور سوری بود و خیلی چیز نبود، ورشکست شدیم. کل قرضای اونجا هم از این تجارت دوباره دادیم، چون جدیش نمیگرفتیم. فقط باز کرده بودم چون خانواده ما منفی بود، همه میگفتن این رفته تو این شرکت‌های فلان فلان شده. ما یه مغازه با دوستمون شراکتی باز کردیم که نگرانی‌های از خانواده‌ها رو حل کنیم، که یه ذره هم حل شد ولی ورشکست شدیم، چون تمام تمرکزمون تو این بیزینس بود و اون از دست رفت و خلاصه فقط همون بود در واقع که درآمدی به ما نداد، فقط ضرر داد. و هیچ بیزینسی رو توی زندگیم انجام ندادم از سال 2006 تا حالا خوشبختانه، و بیزینس رو استارت کردیم. حالا اون دید بلند مدت چیه توی این بیزینس خیلی مهمه. لطفاً اینو نسبت به هر کاری میتونید نسبت بدید. شمایی که یک شغلی دارید، شمایی که یک کسب و کاری دارید، شمایی که دارید نتورک مارکتینگ کار میکنید، خب ما ادبیاتمون ادبیات نتورک مارکتینگ و دایرکت سلینگ و بیزینس خودمون هستش، ولی نسبت به همه چیز قوانین ثابته، هیچ فرقی نداره. وقتی که این تجارت رو شروع کردیم، خب یه کتابی بود به اسم رموز موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای، خیلی ها خوندین. تو این کتاب آقای کوئک میگه که 6 ماه اول این تجارت یک دوره کارآموزی است. دیدیم و خودم مثلا دوره کارآموزی ما 3 ماهه بود، باید میرفتیم یه جا مجانی کار میکردیم که روز آخر خیلی هم از ما کار میکشیدن، دمشون گرم. ما آشنا پیدا نکردیم، رشته ما رشته مهندسی مواد آهنی بود و معدن و اینا یه خورده سخت بود. بعد 3 ماه 90 روز اونجا میرفتیم، ما تو کوره های ریختگری میرفتیم مجانی کار میکردیم که این واسه ما یه پایان نامه بده که به دانشگاه ارائه کنیم که مدرکمون رو به ما بدن. و اون 90 روز واقعا واسه من سخت بود، چون بعد میرفتیم همش فلز و کوره و اینا کار نداره، هیچ پولی هم ما ندادن، ولی چیزای خوبی یاد گرفتم. چیزایی که تو 90 روز یاد گرفتم در 4 سال و نیم درسی که تو دانشگاه خوندم واقعا یاد نگرفتم، چون اونجا عملی بود، اونجا همش تئوری بود. از چیزهایی که توی این بیزنس یاد گرفتم تو کل اون 16-17 سالی که درس خوندم یک کدومشو یاد نگرفتم، که ممنونم از حالا مدرسه و دانشگاه که یک ستون موفقیت از 12 ستون موفقیت طبق گفته آقای جیم ران هستش. اصلا خدای نکرده قصد ما تخریب هیچ چیزی نیست، امیدوارم از هیچ صحبت ما منفی برداشت نشه. خب 6 ماه کارآموزی، من امروز استارت کردم، تا 6 ماه دیگه من کارآموزم. یه خوبی وجود داره که یهو تو این 6 ماه یکی پول در میاد، یهو تو این 6 ماه یکی میاد محصولی ارائه میکنه، تیمی استارت میکنه و این اتفاق میفته. آقای کوئک میگه که اگر تو این 6 ماه پول در آوردین که فبهل مراد گلها چه گل نوش جونتون، اگر پول در نیاوردین اصلا نگران نباشید، شما یک کارآموز در تجارتتون هستید، در صنعتتون هستید، ادامه بدین، مطمئن باشید مهارت‌های شما در 6 ماه دوم و سوم و چهارم و الی آخر به شما درآمدهای خوبی خواهد داد. خب این 6 ماه اول که البته حالا ما تیم‌های استارت کردیم توی 3-4 ماه گذشته در این دوران، که واقعاً تو ماه سوم تو ماه چهارم خانم‌هایی داریم، آقایونی داریم که در اروپا درآمد $500 و $1000 و تا $1900 در 3 ماه اول رو تجربه کردن. خیلی خوبه، یعنی عجب کارآموزی، که البته برای همه اینجوری نیست. من دارم رکورد رو میگم، البته که یه نفر میتونه بیشتر از اینم داشته باشه، ولی حالا این اتفاقی بود تو 3-4 ماه گذشته افتاده. ولی مهم اون باورهای ماست، نگرش‌های ماست رو دید بلند مدت. خب 6 ماه کارآموزی، یه خود رفتیم جلوتر. در یک نظرسنجی از اکثر نتورکرهای موفق دنیا یه سوال پرسیده شده بود که چقدر زمان میبره تا در یک تجارتی مثل نتورک مارکتینگ یا دایرکت سلینگ یا هر تجارت دیگه‌ای، مخصوصا این تجارت، تجارت خودمون، تا افراد به یک درک صحیحی از این تجارت برسن، و اکثرا روی 2 سال جواب داده بودن. 2 سال طول میکشه تا شما به یک درک متفاوت و درک صحیحی از این تجارت برسید. خب ما اینم شنیدیم اوایل، گفتیم خب بذار ما تا 2 سال رو بریم ببینیم این درک صحیح و متفاوت چیه.
یه ویدیو هم از آقای رندیگش دیده بودیم که تو اون ویدیو رندیگش میگفت این ایده و این تجارت یک بیزینس 2-4 ساله است که شما بین 2 سال تا 4 سال به موفقیت های خیلی خوبی میرسید. بعدش گفتیم حالا تا 2 سال رو بریم تا اون درک رو ببینیم داستانش چیه و واقعا این موضوع درسته. یعنی شما وقتی 2 ساله میشید تعریفتون از این تجارت، تعریفتون از خیلی چیزها نسبت به 2 سال قبل متفاوته، چون شما آدم 2 سال قبل نیستید. میایم سر 2 سال تا 4 سال. آقای رابرت کیوساکی در کتاب دانشکده کسب و کارش میگه تجارت دایرکت سلینگ یا نتورک مارکتینگ رو یک بازه زمانی 5 ساله در نظر بگیرید، که البته تجارت‌های سنتی هم، تجارت‌های دیگه یا کسب و کارهای دیگر هم میگن رو 5 سال شما حساب کنید. خیلی‌ها در ماه اول، 3 ماه اول، در هفته اول، در سال اول تجارت خودشون رو ترک میکنن، مخصوصا تو بیزنس خودمون، و میرن سراغ یه کار دیگه، میرن سراغ ادبیات هایی که نشد، من نبودم آدم این کار، در حالی که اینا واقعیت نداره. مسیری بوده که هنوز کامل نیست. دقیقا من همیشه مثالشو میزنم، وقتی ما میریم دانشگاه برای کارشناسی یا لیسانس میدونیم باید 4 سال درس بخونیم، هیچ وقت نمیریم سال دوم پیش رئیس دانشگاه یا تو آموزش آقا مدرک من چی شد، یا مدرک من میدونی یا من فلان. میدونیم 4 ساله. یه مادر میدونه که بچهش بعد 9 ماه به دنیا میاد، ولی یه نتورکر شاید ندونه که چقدر باید تلاش کنه و فکر میکنه ماه اول و 2 ماه اول و 6 ماه اول معجزه های اتفاق میفته، که البته واسه اقلیت ها اتفاق افتاده ولی برای اکثریت ها نبوده. و ما روی عموم صحبت میکنیم، نمیخوام محدودیت ذهنی بدم، فقط میخوام نگرش های درست رو امشب با هم صحبت کنیم. خب 2 سال تا 4 سال، واسه من این اتفاق تو 3 سال اول نیفتاد ولی تغییرات کرده بودم. دلیل 5 سال گفتن آقای رابرت کیوساکی اینه که تغییرات ذهنی، احساسی و فیزیکی ما 5 سال زمان میبره. آقای رابرت کیوساکی میگه شما به شدت نیاز به تغییر دارید و یک محیطی فراهم میشه در شرکت های نتورک مارکتینگ و در تیم های قدرتمند که این محیط، این فضا رو به شما میده که شما از لحاظ ذهن، از لحاظ احساس و از لحاظ فیزیکی تغییر کنید. واسه همین 5 سال در اون شرکتتون تلاش کنید، 5 سال ادامه بدین. سال 4 تجارت هم بود که من یهو درآمدم از 3 سال اول ثابت بود، چون من اون تغییرات رو داشتم کار میکردم. سال 4 یهو درآمدم رشد کرد و به یه جایی رسید که دیگه به خانومم و به سمانه جان و به بهار، اون موقع یه دختر من بهار بود که یه دختر داشتیم، گفتیم خب دیگه باید از بریم یه کشور دیگه اونجا تجارتمون رو ادامه بدیم. و تازه من وقتی رفتم مالزی، اونجا جالب اینو تو فلان و جدی نگرفتن ما بود، که البته من کاملا جدی بودم ولی همه ما رو جدی نمی گرفتن اکثرا، البته از نزدیکترین افراد بگیر تا افراد دورتر. ولی خب سال 4 که می رفتیم مالزی و اونجا صحبت می کردیم، جالب بود. مثلا می گفت خب بیزنس چیه، می گفتیم MLM. اونجا MLM رایج بود، مولتی لول مارکتینگ، یا همون نتورک یا همون دایرکت سلینگ، همشون یکی هست. دایرکت سلینگ هم بود، میگفتیم دایرکت سلینگ MLM. بعد یک اینجوری یه لایک میداد، اولش اینجوری میکردن، ما خب برداشتمون مثبت نبود چون قبلا تو ادبیات ما این یه معنی دیگه میداد، ولی اونجا معنی لایک داشت. یه اینجوری میکرد و بعد میگفت what is your product، مثلا how is your plan، محصول چیه، پلن چیه، میخواست دیگه همونجا مثلا من واسهش توضیح بدم و میفهمید. میگفت او you are business من، تو بیزنسمنی. بعد اونجا مثلا ما برای اولین بار تو زندگیمون سال 5 دیدیم یه نفر ما میگه بیزنسمن، و تو 4 سال اول فقط بالا سریامون ما میگفتن که داری بیزنس انجام میدی. جالب بود و اونجا بود که من تازه درک متفاوتی از بیزنس تو زندگیم ایجاد شد، که باز اونجا هم با مشتاق جان عزیز با هم بودیم. روزهای خیلی خوبی بود و روزهای خیلی خوبتری هنوز در راهه. خب دوستان عزیز، پس 2-4 سال درآمدهای خیلی خوب، یا 5 سال استشون از جمله نتورک مارکتینگ،
ادامه میدن به بالاترین لول ها و رنگ های شرکت میرسن. حالا الماس سیاه هستش یا امبسدور هستش، لول هایی که وجود داره. 10 سال باید مداوم ادامه بدن تا برسن به بالاترین لول هایی که وجود داره. حالا یه سری هستن میگن 10 سال. در اینجور مواقع باید بگیم کامان، یعنی عزیزم چقدر آدم اطرافمون هست که 30 سال دارن تلاش میکنن و هنوز 8شون گروه 9شونه، 40 سال دارن تلاش میکنن، 20 سال دارن تلاش میکنن، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، و هنوز که هنوزه خودشون رو نمیتونن مدیریت کنن. و وقتی صحبت از بالاترین لول شرکت میشه، داشته باشید، به این نتیجه میرسید که هیچی نیست، هیچی نیست، واقعا هیچی نیست، به یک چشم هم زدن میگذره، که البته مسیر فوق‌العاده‌ایه. و من به این نتیجه رسیدم که به کسی که پرزنتش میکنم و هنوز شروع نکرده اینو باید بگم که اگر میخوای توی این صنعت، چون خیلی ها با طرز فکر اشتباه میان، من یه ما دیگه مت سربازی که خیلی جاها 2 سال باید برن سربازی و میرم، بعد 2 سال یه درک متفاوت پیدا میکنی، بین 2 تا 4 سال درآمدهای خیلی بهتری فراتر از ذهن امروز تو تجربه خواهید کرد، تا 5 سال به یک جایگاه خیلی خوبی میرسی. هر چقدر هم مثل من بی اعتماد به نفس، خجالتی، کمرو، باور کنید خصوصیات من بود و سرخ می شدم توی جمع چند نفره. هر چقدرم مثل من اینجوری باشید، بالاخره 10 سال دیگه شما در بالاترین لول و بعد در بالاترین رنگ شرکتتون هستید. واسه من سال نهم این اتفاق افتاد و می گفتم اون، چون یه درآمدی موقع بود، یه سقف درآمد بود که الان خب خیلی بهتر شده، الان دیگه سقف درآمدم نداریم. هر چقدر که یه نفر بخواد در این تجارت بدون مرز میتونه درآمد داشته باشه دوستان عزیز. و واسه خودم یک هدف، یک ویژن تعریف کردم 2020، به خیلی از دوستام گفتم که میخوام تا 2030 واقعا تلاش کنم و شرکتم رو جز 10 شرکت برتر دنیا داشته باشم و میجنگم واسش. هدفیه که واسه خودم 10 ساله گذاشتم. کسایی که ما مستقیم کار میکنن، حالا خب سمان جان خانومم هست که با هم داریم مستقیم کار میکنیم، اینا مولا جان هستش، علی رضا جان، پارسا جان، کاکشاخوان عزیز، عباس جان، احمد جان، تیا خانومم که تازه با هم شروع کردیم، یک کاک هما علی هم هست که اینجا با هم شروع کردیم، البته ایشون چون فارسی بلد نبود تو این زوم نیست، دکتر هدی عزیز که اصلا ایشون تو زوم هستن، سلام و درود عرض میکنیم خدمت دکتر هدی عزیز که خانومم فکر کنم این آخر برنامه استرس به ما وارد کردن، لیدر عزیزمون هستن. لطفاً همه به افتخار دکتر هدی عزیز و خودتون علامت تشویق رو توی زوم بذارید. دوستانی که میشناسن ایشون رو و افتخار و آشنایی با ایشون رو دارن که مرسی. کار من یه خورده سخت‌تر شد در آخر، باید مرسی 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 از حضورتون، ممنون ممنون. درس پس میدیم. تقریبا میتونم بگم توی 10 سال گذشته که یه رابطه نزدیک من با دکتر هدی عزیز داشتم و این یکی از بهترین، نه یکی از بهترین، بهترین اتفاق زندگی من بوده که جزء افراد نزدیک به ایشون باشم، هم از لحاظ بیزینسی هم از لحاظ خانوادگی، واقعا یک کنفیکونی در فکر و زندگی و نگرش و درآمد و رفتار و روحیه و خیلی چیزهای من ایجاد شده که بعضی وقتا دوتا دخترم پری شب تن شب پیش دخترم میگفتش که میرم تو اینستاگرام دایرکت به دکتر هدی میگم بابا من اذیت میکنه، یه چیزی میخواست واسهش بخرم، گفتم حالا فلان روز واسهت میخرم، بعد میگفت نه همین الان، گفت الان میرم به دکتر هدی، اینقدر ما با هم نزدیکیم و این افتخار رو داریم. دوستان عزیز، دوستان عزیز،
وقتی که به 2030 رسیدیم که امیدوارم همه ما سالم باشیم با حفظ مسائل بهداشتی و ایمنی و فاصله 1.5 متری 2 متری و دست ندادن ها و دست شستن ها و ماسک زدن ها و مراقبت ها برای خودمون و اطرافیانمون، اونجا میریم واسه یه هدف 10 ساله تا 2040 و لذت میبریم، عشق میکنیم. فوق العاده است. خیلی بچه بودم، کوچیک بودم، پدر بزرگم داشت کشاورزی میکرد. من گفتم چیکار میکنید به پدر بزرگم؟ گفت این دارم واسه تو اینو میکارم. داشت گردو میکاشت، گفت اینو دارم واسه تو میکارم. ما بچه بودیم دیگه، داشتیم تو باغ میچرخیدیم و اینا، نفهمیدیم چی گفت. و امروز چندین ساله که من میفهمم که پدر بزرگ خدا بیامرزم چی گفت. و از اون درختی گردو هر سال عمه من واسه ما چهارمغز اصطلاحا بهش میگن گردو نگه میداره. و اون گردو رو داشت 30 سال پیش که شاید هم 30 و چند سال پیش، من 38 سالمه، کمتر از 7 سال داشتم فکر کنم، این تصویر تو ذهنم هست، 30 و چند سال پیش پدر بزرگ من واسه امروز من چهارمغز و گردو کاشته. و امروز ما چه چیزی رو میخوایم برای 30 و چند سال آینده خودمون و خانوادمون و عزیزانمون و اطرافیانمون بسازیم که طاقت 3 ماه و چند روزشو نداریم، یا 3 سال و چند روزشو، یا 5 سال و چند روزشو. و تو مسیر فکری درستی باید قرار بگیریم. دوستان عزیز، بزرگترین ضربه دری که تو زندگی باید گذاشته بشه، ضربه در روی خودمونه. این اون چیزیه که من یاد گرفتم، و روی دیگران نباید این ضربه در رو بذاریم. دوستان عزیز، یک تجارت قدرتمند در هر تجارتی که هستید، مخصوصا دایرکت سلینگ و نتورک مارکتینگ، که خب اکثر ما در تجارت نتورک مارکتینگ هستیم، و دوستانی هم که جدید جوین شدن حتما میتونن این جریان رو بیشتر در موردش سرچ کنن، فکر کنن، سوال بپرسن. واقعا یک دوره مینیمم میانگین 5 ساله داریم. 100% در 10 سال آینده تلاش کنیم و تغییرات تو خودمون ایجاد کنیم، میتونیم به بالاترین لول ها و رنگ ها برسیم. با این طرز فکر شروع کنیم. ماه اول ملاک خوبی برای قضاوت در مورد خودمون و این بیزینس نیست. سال اول هم حتی نیست. هر روز روز آنالیز خودمونه. هر روز روز تحلیل خودمونه. هر روز روز بهتر شدن خودمون هستش. ولی دیر اومدیم زود نباید بریم. اینو یادمون نره دوستان عزیز. ضربه در اصلی رو باید بدونیم کجا باید بذاریم. یه نفر در یه کارخونه یه دستگاهی خراب شده بود، هی مهندس می آوردن درست نمیشد، چندین هزار دلار پول خرج کرده بودن، 10,000 دلار پول خرج کردن، خلاصه یه نفر آوردن گفت من اینو درستش میکنم، 2,000 دلار دستمزد میگیرم. گفتن اوکی. رفت داخل، اومد 1 دقیقه و درست شد جریان، خیلی راحت، 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، بعد گفتش 2,000 دلار. بعد گفتن چیکار کردی 5 دقیقه 2,000 دلار؟ فاکتور بنویس. نوشت 1 دلار دستمزد، 1,999 دلار اون ضربه دری که رو قطعه گذاشتم که مشکل داشت، که شما واسش 10,000 دلار پول خرج کرده بودین و هیچ مهندسی نتونسته بود عیب اونو پیدا کنه. من 1,999 دلار واسه اون ضربه دری که گذاشتم رو اون جایی که ایراد داشت پول میگیرم، که هنر من هستش. و ما باید بدونیم که ضربه در درست رو کجا باید بذاریم. درست ترین ضربه در رو باید روی خودمون بذاریم. دوستان عزیز، من زندگیمو تا قبل از 16 سالگی روی پدرم بسته بودم، که چون تک پسر بودم وعده خیلی زیادی بهم میداد که 16 سالگی خب دیگه من پدرم از دست دادم، خدا همه رو بیامرزه. 38 سالش بود، دقیقاً سن خودم بود که از دنیا رفت، دور از جون ما. البته نمیخوایم منفی خاطرات گذشته رو چیز کنیم. و از 16 سالگی یه درسی وارد زندگی من شد که دیگه تو نمیتونی رو پدرت ببندی، چون نیست، باید روی خودت ببندی. و این درس رو امشب باید به خودمون بدیم. دوستان عزیز، زندگیمون رو روی دولت‌ها، روی رئیس‌ها، روی خانواده، حتی روی فرزندان. خیلی از پدر و مادرها میگن دکتر شما مهندس شو، چون کارهایی که ما نکردیم تو بتونی بکنی، حداقل دست ما رو بگیری بنده‌های خدا، که وظیفه ماست این کار رو بکنیم. رو درآمد ثابت رو هیچ کس نمیشه بست. تنها جایی که میشه زندگی رو روش بست خودمون هستیم. تنها جایی که میشه بیزینس رو روش بست خودمون هستیم. و این کار رو من انجام دادم. خیلی افتخار میکنم به کسایی که باهاشون بیزینس انجام میدم. ولی اگر به هر دلیلی یکیشون، دوتاشون یا همشون نخوان یه روزی بگم ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم، من بسیار ناراحت میشم به خاطر خودشون
و بسیار پرقدرت‌تر ادامه خواهم داد، چون من بیزنس رو خودم بستم. بعضیا هستن که با اومدن یه نفر روحشون شاد میشه، با رفتن یه نفر قصد خودکشی پیدا دارن که این اصلا دیگه تموم شد. وقتی رو خودت بسته باشی، نه با اومدن یه نفر اونقدر هیجان زده میشی و نه با رفتن یه نفر، چون شما سیستم رو خودت بستی. و قطعا ما تیمی کار میکنیم، قطعا ما به هم کمک میکنیم، قطعا ما به هم دیگه برای موفق شدن نیاز داریم که دست همو بگیریم. قطعا من به دکتر هدی عزیز نیاز دارم که تو مسیر بیزینس با هم دیگه پیش بریم و به کسایی که دارن باهاشون بیزینس انجام میدن و بعد از من و بالاتر از من این تجارت رو شروع کردن، قطعا ما به هم دیگه نیاز داریم. دوستان عزیز، واقعا ساختن زندگیمون نیاز به یک تصمیم داره، اونجوری که دلمون میخواد، اونجوری که دلمون میخواد، نه اونطوری که بقیه دلشون میخواد. خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی ها این جمله رو میگن آقا سوختیم و ساختیم. ما جایی نیستیم که بسوزیم و بسازیم. ساختن حلاله، سوختن حرامه. ما تو مسیر ساختن قرار گرفتیم، باید بسازیم. سوختن و ساختن رو باید جایگزین سوختن کنیم. من اعتقاد دارم که هیچ روز خوبی در دنیا وجود نداره مگر اون روزی که من انتخاب کنم خوب باشه و حسم خوب باشه. و یعنی همه روزها مثل هم هستن و پر از اخباری که خوب میدونید دیگه، مخصوصا الان. من تصمیم میگیرم که جالب بود توی کتابی میخوندم جادوی فکر بزرگ، میگفت صبح که خواب بلند میشی دو تا ارباب تو ذهنت هست، ارباب بیچارگی، ارباب خوشبختی، ارباب خوبی، ارباب ناخوبی. تو تصمیم میگیری به کدوم ارباب فرمان بدی که امروز از خواب بیدار شو و روز منو بساز. خیلی جالب بود. دوستان عزیز، تقریبا بحثمون به آخر رسیده. من فوق العاده احساس و خوشبختی میکنم، این به معنای واقعی هستش. میدونن بقیه که روحیات ما چجوریه. خیلی خیلی احساس خوبی دارم، احساس و خوشبختی دارم. یکی از مهمترین دلایلش اینه که احساس میکنم همه چیز تو دست منه، همه چیز تو دست منه و من میتونم اینو که چیزی که تو دستم هست رو به هر سمتی که خودم میخوام هدایت کنم. دست منه که امروز حالم خوب باشه یا حالم خوب نباشه. دست منه که بیزنسم رو رشد بدم یا رشد ندم. دست منه که درآمدم رو رشد بدم یا رشد ندم. با یکی کار کنم یا کار نکنم. همه اینا دست منه. و چقدر حس خوبیه. و چقدر حس خوبیه وقتی که اینجوری باشه. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. عالیه. من این احساس و خوشبختی رو دارم که خودم به اراده خودم از خواب بیدار میشم، به اراده خودم برنامه های روزم رو مینویسم، به اراده خودم فکر میکنم، به اراده خودم پول در میارم، به اراده خودم بقیه کمک میکنم، به اراده خودم اقدام میکنم، به اراده خودم لاین جدید رو میندازم، به اراده خودم همه دنیا رو میتونم پرزنت کنم، کسایی که اطرافم هستن و همینجور بیشتر و بیشتر. همه اینا به اراده منه و همه اینا به اراده شماست. استیو جابز، اپل رو به استیو جابز میشناسن، مایکروسافت رو به بیل گیتس میشناسن، برق رو به ادیسون میشناسن و اینا استاد مداومت بودن، استاد یک بیزینس برای زندگی بودن. لاین رو عوض نکردن، 10,000 بار شکست خورد دوباره بلند شد، از شرکت خودش اخراجش کردن، دوباره برگشت شرکت رو چسبوند به سقف دنیا. آقای استیو جابز، آقای بیل گیتس، رئیس آمازون، جف بزوس ثروتمند، همه ثروتمندها روی یک زمینه رفتن جلو، رفتن جلو، رفتن جلو، تمام انرژیشون رو گذاشتن و تو اون زمینه خودشون و اطرافیانشون و دنیا رو تحت تأثیر قرار دادن. خودتون رو تحت تأثیر قرار بدین و خودتون رو به جای خوبی برسونید، خیلی ها با شما به جای خوبی خواهند رسید. یه وقتایی لازمه که ما به خاطر خیلی ها تلاشمون رو بیشتر کنیم که اونا جز ارزشامون هستن. این اون چیزی هستش که واسه من وجود داره و میدونم واسه خیلی ها هم وجود داره. من دلم میخواد یک هفته بخوابم. البته من فقط دلم اینو نمیخواد، بعضیا هستن. ولی دوتا دخترم اصلا به خاطر اونا نباید بخوابم. باید تلاش کنم، باید اقدام کنم، باید برم جلو، باید پر انرژی باشم، باید الگو باشم، باید قوی باشم، باید فردی باشم که بعداً به من افتخار کنه. و تک تک شماها باید اینجوری باشید. صنعت نتورک مارکتینگ رو به اسم زیگ زیگلار و جیم ران و مارک یارنل و آدمهای بزرگ، رندی گیج و دکتر هدی عزیز و رضا جان امیری و با
مشتبه جان در کشور ایران و فارسی زبان ها در افغانستان به اسم اینام الله و تک تک شما فارسی زبان ها تو 10 سال آینده خواهند شناخت. به خودتون این قول رو بدین. من کسی هستم که تو 10 سال آینده این صنعت رو شهر من، کشور من و دنیا به اسم من جز یکی از کسایی هستن که به اسم من خواهند شناخت. و این اتفاق میفته چون مرزی وجود نداره تو این تجارت. و من این تصمیم رو گرفتم و شما باید این تصمیم رو بگیرید و نیاز به یک دید درست، یک دید بلند مدت داره. به تمام کسایی که با من بیزینس انجام میدن و افتخار کار کردن باهاشون رو دارم گفتم اگر در 2030 میخواین 1 میلیونر خود ساخته باشید بیاین با هم دیگه بریم، چون من تصمیمم اینه. منم فالوئر 1 میلیونر خود ساخته هستم و از نگرشاش و تجربیاتش دارم استفاده میکنم. اگر اینو میخوای دستمون رو تو دست هم دیگه میذاریم با هم دیگه میریم. اگر میخوای سال دیگه میلیونر بشی من نمیتونم کاری بکنم، میتونی بری جاهای دیگه، شاید یک آسانسوری باشه که در کل هیستوری موفقیت تا حالا نبوده. من از راپله ها دارم میرم، بیا کنارتم، پولت میدم، انرژیت میدم، تو هم به من انرژی میدی، دست تو دست هم با هم دیگه میریم. این اون چیزیه که ارزش داره. من واسهش میجنگم. 2030، 2040، 2050 تا روزی که زنده باشم میجنگم. و این ویژن منه، این ارزش منه و این ارزش تک تک شماها باید باشه. یه بیزینس رو انتخاب کنید و تا آخر زندگیتون ادامه بدین. واسه من هیچی بهتر از این تجارت نبود، چون حتی پول خریدش هم نداشتم و مجبور شدم قرض گرفتم و $600 از 2 جا قرض گرفتم و محصولی رو خریدم و بیزینسم رو شروع کردم. نداشتم واقعا و میخواستم بیزینس انجام بدم، دوست داشتم رئیس خودم باشم و بهترین $600 که تو زندگیم قرض گرفتم همون $600 بود، چون واقعا متحول کرد از همه ابعاد معنوی، مادی، شخصیتی و خیلی ابعاد دیگه و هنوز که هنوز مسیر ادامه داره. دمتون گرم. امیدوارم دوستان عزیز از وبیناری که امشب داشتیم گوش کردین نهایت استفاده رو ببرید. امیدوارم یک تأثیری تونسته باشم بعد از خودم در شما بذارم. اگر دکتر هدی عزیز در این وبینار بودن بسیار مفتخر کردین ما رو، بسیار لطف میکنید. میلیون ها بار ازتون من و خانواده‌ام ممنونیم به خاطر ارزش هایی که به زندگی ما با محصولاتمون، با شرکتمون، با ایدیامون، با ویژنی که به ما دادین اضافه کردین. ممنونم از مشتبه جان عزیز، ممنونم از رضا جان امیری، ممنونم از جناب خردمند برادران سلمانی، ممنونم از تک تک دوستان. مرسی از همه دوستانی که از کشورهای مختلف جوین شدن. دمتون گرم. ممنونم که این ارزش رو برای خودتون قائل بودین. منتظرم که یه روزی در وبینار تک تکتون بشینم و با سررسیدهایی که کنارم همیشه هست نوت برداری کنم و از شما یاد بگیرم، چون تک تکتون لایق موفقیت‌های بیشتر از همه موفق‌هایی که امروز اسم بردم هستین و لیاقتش رو دارید، به شرط اینکه قدر خودتون رو بدونید. مرسی که بودین، مرسی که گوش کردین، متشکرم از تک تکتون. خدا قوت، وقتتون بخیر.